درود فراوان پوران پور هستم مشاور بالینی روان درمانگر و جامعه شناس امروز یک بخش دیگری از برنامه بهداشت روان رو داریم و میخواهیم در مورد محبت صحبت بکنیم کلمه بزرگی است با ما باشید خب ازتون میخوام یه لحظه هرچی که دم دستتون هست بذارین کنار بشینید آروم از خودتون بپرسین من چقدر با خودم مهربون هستم چقدر به خودم محبت میکنم و توجه میکنم چقدر خودم رو دوست دارم خب برخی از ما ممکنه خودمون رو خیلی دوست داشته باشیم به اندازه که یه خورده شاید زیادی باشه ولی بیشتر ما محبت با خود رو و شفقت با خود رو گاهی اوقات تو شرایطی از دست دادیم و دلیل داره در حقیقت محبت درمانی یا شفقت درمانی یک مقوله جدیدی است در علم روانشناسی کامپشن فوکوس تراپی اسمش هستش به انگلیسی دوستانی که دوست دارن سرچ بکنن در موردش ولی مقوله است یا علمی است که در فرهنگ شرقی ما ایرانیان وجود داشته هزاران سال ولی ما اون رو از دست دادیم گمش کردیم یه جایی شفقت اون حس درونی است که به ما میگه که یک حساسیتی برامون وجود داره که وا یه نفر در رنج هستش و اون توجه و یا اون انگیزه است که ما میخوایم به فردی کمک بکنیم که از اون درد و رنج بیاد بیرون ولی من میخوام رو ببریم به طرف خودمون با خودمون چقدر محبت و شفقت داریم با خودمون چقدر توجه داریم که بتونیم کمک بکنیم به خودمون حال خوبی داشته باشیم یه موقع است که ما یه تصمیمایی گرفتیم تو زندگی خیلی سال پیش و همچنان داریم خودمون رو میخوریم اذیت میکنیم که من چرا این تصمیم گرفتم چرا اون کار رو کردم و این حس انتقاد از خود حس خجالت درونی ما رو آزار میده و ما رو میبره به طرف ناراحتی در حقیقت ما به دنیا اومدیم که یا به دنیا میایم و قرار وقتی انسان به دنیا میاد که حس خوب زندگی داشته باشه ولی همیشه اینطوری نیستش ما در مقطعی از زندگی دوچار شرایطی میشیم تصمیم های میگیریم مهاجرت میکنیم راه گم میکنیم شکست میخوریم ناراحت میشیم افرادی را دست میدیم غم و درد برام به وجود میاد در عین حالی که داریم زندگی میکنیم و قراره که ما از این دردها و رنج ها بیایم بیرون و به خودمون کمک بکنیم ولی گاهی اوقات به خاطر اینکه با خودمون اون التفات رو اون, مهربانی رو اون شفقت رو نداریم گیر میکنیم تو درد و رنج ها و باعث ناراحتی میشیم سالهای سال درد بیشتر میکشیم و نمیدونیم چجوری ازش بیایم بیرون حالا من اینو ازتون میفرسم اگه نگاه بکنیم به محیط اطراف خودتون کیا رو بیشتر فرد مهربون میبینین مهربون کیا هستن کیا هستن که شفقت بیشتر دارن درد دیگری رو بهتر میفهمن اگر بیشتر نگاه بکنیم میبینیم شاید افرادی که نمیدونم نسل گذشته ما بودن یه خود بیشتر توجه داشتن به دردهای دیگری همشون نه ولی برخیشون جوان ها مثلا امروز استرس زیادی دارن و اصلا نمیدونن درد و رنج دیگری چیز متاسفانه این موقعی هستش با این توی این که انجام میدن همش میگن همدیگر رو بکشیم یعنی کشتن توی بازی ها فرهنگ یک رسم و متاسفانه به درد و رنج آدم ها دیگران گاهی اوقات بیحساس میشن میگذریم از کنار مسائل نگاه میکنیم و بدون اینکه بخوایم کاری بکنیم ولی چی شده چه اتفاقی افتاده با ما ما برخیمون اون مهربونیم ولی شاید اون حس شفقت درونی رو نداریم و شفقت بیرونی هم شاید از دست رفته ولی برگردیم برگردیم یه خوره نگاه بکنیم این رسم رسوم قدیمیمون کجا بوده چی میگفته با خودمون مهربون بودن خوبه بخشش خود خیلی خوبه ما تصمیم های غلط میتونیم گرفته باشیم بله اشتباه شده بله تصمیم اشتباه گرفتیم ولی کجا تا کجا میخوایم خودمون رو هی تو این منگنه بذاریم از خودمون انتقاد بیشتر بکنیم و حال بدتر داشته باشیم ما نیاز داریم که یه خورده با خودم مهربون باشیم مهربونی رو رسم کنیم و در حقیقت تو مغز ما کجا مهربونی وجود داره این پری فرانتال کورتکس میگن یا قسمت جلوی مغز هستش چون که انسان وقتی که از مراحل درد و رنج عبور میکنه که جاش پشت مغز هستش به طرف مغز میانی میاد که در حقیقت آگاهی از حواس پنجگانه هستش آگاهی از شرایط هستش به طرف جلو که میاد در حقیقت یک مغز پیشرفته هستش مغزی است که پتوش محبت و همدلی و مهربانی وجود داره و نگاه آرام و متین و مهربان وجود داره خب حالا محبت و شفقت یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا ما همش باید به همه بگیم بله هر کسی هر چی خواست جواب نه نگیره و برای همه فرش قرمز پهن بکنیم نه اینطوری نیستش محبت و شفقت اصول داره قوانین داره ما میتونیم حساسیت داشته باشیم به اینکه نیازهای دیگران چی هستش ولی نه به قیمت اینکه خودمون رو زیر پا بگذاریم و در حقیقت اول باید این شفقت درونی باشه تو مسائل اجتماعیمون به چه صورت نقش پیدا میکنه نگاه کنید امروزه خیلی از ایموشنال اینتلیجنس یا هوش هیجانی حرف زده میشه و این یعنی چی این هوش هیجانی درک این که من خودم کجای قضیه هستم و دیگری در کجای قضیه هستش و چگونه من میتونم به خودم و جامعه و مردم اطرافم کمک بکنم یه درک خیلی بالایی میخواد و از همش از کجا میاد از اون محبت به خود از اون شفقت از اون حس همدلی و همدردی با دیگرانه در حقیقت ما تو جامعه زندگی جوان زندگی میکنیم گاهی اوقات این محبتی از بین رفته نگاه بکنید شما حالا تو جوام نورت آمریکا لاغل یا کانادا ما میبینیم که چقدر مردم میرن به طرف کار والنتیر افرادی کار داوطلبی افرادی که خود کانادایی‌ها رو نگاه بکنیم وقتی که بازنشسته شدن تازه شروع میکنن به کار کردن برای محیطشون برای جوامشون برای شهر و محلشون چرا میگن که تا به حال ما گرفتیم یه سری امکاناتی حال می‌خوایم امکاناتی پس خب این محبت و و شفقت به وجود میاره برای دیگران راه باز میکنه ماها چی کار میکنیم ماها شاید اون دید رو نداریم چون ما از جوامی نمیاییم که خیلی روی مسائل دست گذاشته بشه و متاسفانه خب اگر از جوابه می میایم که اون دید منتقدانه به خود همیشه وجود داشته و یا بیرون به ما داده شده خب حس خوبی که راجع خودم نداریم چجوری میخوایم حس خوب رو به دیگران بدیم پس این رو توجه بکنیم که محبت و شفقت حرف بر سر این هستش که بتونیم رابطه خوبی برای خودمون و دنیا به وجود جوان همون امروز خیلی نیاز هستش که اینها بتونن برن مثلا تو مراکز سنیورها مراکزی که افراد مسن دارن زندگی میکنن برن اونجاها کار بکنن برن کمک بکنن تو مراکزی که افراد فلج زندگی میکنن یا دارن نگهداری میشن محیط هایی که افرادی هستن که نیاز به کمک ما دارن اینجوری هستش که جوان ما هوش هیجانیش بهتر میشه روابط اجتماعیش بهتر میشه و با خودش هم یاد میگیره که محبت بیشتری داشته باشه در حقیقت اگر بخوام یه خورت نگاه بکنیم به این از خودتون بپرسین من چقدر حس بخشش برای خودم دارم من چقدر در مورد خطاهای گذاشتم خودم رو زیر سوال میبرم و به خودم دشنام میدم یا نمیدم یا اینکه اون درونم مکالمه درونی مکالمه پر از انتقاد و در حقیقت قضاوت هستش اونجا هست که ما باید روش بیشتر کار بکنیم و شفق شفقت رو از درون به بیرون انتقال بدیم خانواده هامون این رو میگیرن افراد دیگه میگیرن شما بیرون میرین به یه نفر یک سلام مهربان میکنید چی پاسخ میگیرید یه سلام مهربان حتما اینطوری هستش ولی از اون طرف اگر برخورد نامهربانی میکنید خب اون رو هم جواب میگیریم دیگه اینطوری هستش درسته پس این چیزیست که جواب رو میبره به طرف سالم تر شدن و خود ما چقدر حسه اعتماد به نفس بهتر میکنیم چقدر حس خوشحالی درونی بیشتر میکنیم رضایتمندی درونی بیشتر میکنیم به خصوص تو شرایط مهاجرت یا پس از مهاجرت این تطابقی که با جامعه جدید میخوایم پیدا بکنیم از همینجا شروع میشه اون حس انتقاد رو هی بذاریم کنار که آره اینجا کمتر داره اینجا اینش بیشتره اونجا کمتره و این مطابقت ها رو اینجوری انجام بدیم که اینجا اینگونه هستش و من میتونم با این محیط در انتباق باشم هماهنگ باشم به خودم و خانوادم و جامعه کمک بکنم چون اگر این جامعه موفق باشه حس بهتر داشته باشه آدم ها توش سالمتر باشن جوامع دیگه هم سالمتر میشن پس محبت درمانی یا کامپشن در حقیقت کمپشن یه بحث بزرگی هستش به معنای اطاعت و سر بسلا سرخوردگی نیست یا اینکه فقط گوش کردن نیست یک روش زندگی است محبت داشتن محبت کردن یک روشی است و توش چارچوب وجود داره و حس خوب بودن در کنار دیگران وجود داره حرف از محبت و شفقت که میزنیم باید نگاه بکنیم ببینیم که ما هممون از یه مجموعهایی میایم از یه خانواده های شرایطی سیستم های مغزی که ازش میایم و مغز ما کجا ساخته شده تو شرایط خانوادگیمون تو شرایط اجتماعیمون و خیلی از این شرایط رو ما انتخاب نکردیم به همون تحمیل شده داده شده درک کردیم یاد گرفتیم هر چی که هستش مهربانی و شفقتی که الان کمک میکنه به اینکه آرامش پیدا بکنیم آروم بشیم و تعادل پیدا بکنیم و یه نگاهی بکنیم ببینیم که آیا این من که وجود داره من مهربان و بخشنده هستش یا من شرمنده و منتقد من مهربان و بخشنده درک داره پذیرش داره آگاهی داره با دیگران ارتباط خوب داره و با خود ارتباط سالم داره ولی من شرمنده و منتقد منیست که مرتب داره ما رو میزنه دو مرتب ما رو داره فشار میده زیر سوال میبره و حد و مرز نداره در که من مهربان و پر از شفقت حد و مرز داره چهارچوب داره ولی این یکی من منتقد چیه بی حد و مرزه و تا آخر عمر میخواد ما رو اذیت بکنه پس بیاییم من خودمون رو یه خوره نگاه بکنیم و به کجا به دردمون میخوره به دردمون میخوره که روابطمون رو سالم کنیم تو کار و محیط و خانواده فرد سالمتری باشیم موفقتر خواهیم شد و کاربردش از همین امروزه با نگاه به خودمون آرامش پیدا کردن اینکه قبول بکنیم ما پرفکت نیستیم کی پرفکته کی تمام تصمیمایی که گرفته همه چیش خوب بوده و بهترین بوده هر کسی تو یه جایی توی مرحله ای انتخاب بد میکنه هیچ اشکالی نداره میتونیم با خودمون مهربون باشیم میتونیم تصمیماتمون رو بازنگری بکنیم و دفعه دیگه کار بهتری انجام بدیم. اگه دفعه دیگه هم نشد باز دوباره دفعه دیگه. همیشه یه دفعه دیگه‌ای وجود داره که ما بتونیم با من مهربان خودمون راه بهتری رو انتخاب بکنیم و خودمون و خانوادهمون و دیگران جامعهمون خوشحالتر باشن. 挖房子。去。Wow,